دعایی که ضامن اجابتش امام حسین علیه السلام است. دعایی که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا بعد از ضربت خوردن به فرزندش سید ساجدین آموختند، در برآورده شدن حاجت و رفع گرفتاری بسیار مهم و مؤثر است. امام سجاد علیه السلام در یک حدیث فرمودند: پدرم در هنگام شهادتش در روز عاشورا، در حالی که خون از تمام بدنش در فوران بود، مرا به سینه‌اش فشرد و گفت: پسر عزیزم، دعایی را حفظ کن که همانا مادرم فاطمه این دعا را به من آموخت و مادرم از رسول خدا آموخت و جبرئیل امین به رسول خدا این دعا را آموخت که در هنگام حاجت و نیازمندی و انجام امور بزرگ و زمانی که اندوه و بلای فرو می آید این دعا را بخوان. ترجمه این دعا: به حق یاسین و قرآن کریم و به حق طه و قرآن با عظمت، ای کسی که در برآوردن حاجت حاجتمندان توانایی، ای کسی که از درون افراد با خبری، ای برطرف کننده گرفتاری ها، ای شادی بخش کسانی که غم زدند، ای کسی که به افراد پیر ترحم می کنی، ای کسی که روزی طفل کوچک را می دهی، ای کسی که به تفسیر احتیاج نداری، بر محمد و آلش درود بفرست. و به جای کذا و کذا در عبارت دعا باید حاجت خود را بیان کرد. انشاءالله که به حاجتتان برسید. بهار الانوار جلد 92. زیارت عاشورا در کلام امامان معصوم علیهم السلام. درباره فضیلت و اهمیت زیارت عاشورا از امامان معصوم احادیث فراوان نقل شده است. فردی به نام علقمه میگوید: با امام باقر علیه السلام عرض کردم اگر قصد زیارت امام حسین علیه السلام را از دور یا نزدیک داشته باشم چگونه زیارت کنم؟ حضرت در پاسخ فرمودند: مانند کسی که سلام می‌دهد به سوی آن حضرت رو کن و با توجه و حضور قلب به آن سو نگاه کن و پس از گفتن الله اکبر این گونه بخوان و آنگاه متن زیارت عاشورا را به طور کامل به وی می‌آموزد و بعد از این زیارت دو رکعت نماز بگذار. آنگاه حضرت اضافه می کنند: به تحقیق این دعا دعایی است که ملائکه آن را می خوانند و خداوند در قبال آن برای تو 100,000,000 درجه می نویسد و مثل کسی خواهی بود که با امام حسین علیه السلام شهید شده باشد و نوشته شود برای تو ثواب زیارت هر پیغمبری و رسولی و ثواب زیارت هر که زیارت کرده حسین علیه السلام را از روزی که ایشان شهید شدند. در جای دیگر از قول صفوان، یکی از یاران امام ششم علیه السلام، آمده است: امام صادق علیه السلام با اشاره به قبر امام حسین این زیارت را خواندند و سپس دو رکعت نماز به جای آوردند و به من فرمودند: هرگاه گرفتاری و حاجتی داشتی در هر جا که هستی این زیارت و دعای پس از آن را بخوان و از خدا حاجت بخوا. بی تردید خدا و پیامبر به وعده خود عمل می کنند و نیازت را برآورده می سازند. گفتنیست گرچه زیارت عاشورا به حسب ظاهر از امام باقر و یا امام صادق علیه السلام نقل شده است، اما در واقع این زیارت از جانب خود خداوند متعال نازل شده و از احادیث قدسی می باشد، چنان که شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که آن حضرت از پدر بزرگوارش و ایشان از اجداد طاهرینش و آنان از پیامبر اکرم و آن حضرت از جبرئیل و جبرئیل از خداوند متعال نقل می کنند. حضرت احدیت به ذات مقدس خود قسم خورده که هر کس امام حسین علیه السلام را با این زیارت از دور یا نزدیک زیارت کند، زیارت او را می پذیرم و خواهش و حاجت او را برآورده می کنم و فوز به بهشت و آزادی از جهنم را به او اعطا می کنم و شفاعت او را در حق هر کس که بخواهد قبول می نمایم. مرجع بزرگ آیت الله بهجت درباره زیارت عاشورا می گویند: مضمون زیارت عاشورا گواه و روشن کننده عظمت آن است. در سنت ها آمده است که زیارت عاشورا از حدیث های قدسی است. برای همین
با وجود فراوانی کارهای علمی موجود نزد علما و اساتیدمان، آنان همیشه متوجه خواندن زیارت عاشورا بوده اند. مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی از خداوند تعالی می خواست کلمات پایانی عمرش زیارت عاشورا باشد. خداوند نیز دعای وی را اجابت کرد و پس از اتمام خواندن زیارت عاشورا روحش به ملکوت اعلی شتافت. محدث نوری از استادان شیخ عباس قومی می گوید در فضل و مقام زیارت عاشورا همین بس که از سنخ دیگر زیارت ها نیست، که بظاهر از انشا و املای معصوم باشد. هرچند از قلوب پاک ایشان چیزی جز آنچه از عالم بالا به آنجا برسد بیرون نمی آید، اما این زیارت از سنخ احادیث قدسیه است که به همین ترتیب زیارت و لعن و سلام و دعا از خدای متعالا به جبرائیل امین و از او به خاتم النبیین رسیده است و به حسب تجربه مداومت به آن در 40 روز یا کمتر در برآوردن حاجات و رسیدن به مقاصد و دفع دشمنان بی نظیر است. آثار و برکات خواندن زیارت عاشورا. درباره برکات مداومت بر خواندن زیارت عاشورا و توسل به شهدای کربلا روایات و داستانهای بسیار نقل شده است. یکی از بزرگان می گوید آیت الله حسین خادمی و شیخ عباس قمی و شیخ عبدالجواد مداحیان را در خواب دیدم که در اتاقی از اتاقهای بهشت نشسته بودند. از آیت الله خادمی احوال پرسی کردم و گفتم با هم بودن شما یک آیت الله، یک محدث و یک روزخان امام حسین علیه السلام چه مناسبتی دارد؟ جواب داد ما همگی بر زیارت عاشورا مداومت داشتیم و در تعداد خواندن زیارت عاشورا مثل هم بوده. فرزند آیت الله علامه امینی آقای دکتر محمد هادی امینی می نویسد بعد از گذشت 4 سال از فوت پدر بزرگوارم علامه امینی نجفی، مؤلف کتاب الغدیر، یعنی در سال 1394 هجری قمری، یک شب جمعه قبل از اذان فجر وی را در خواب دیدم. او را شاد دیدم، پیش رفته و پس از سلام و دست بوسی عرض کردم پدر جان، در آنجا چه عملی باعث سعادت و نجات شما شد؟ گفتند چه میگویی؟ دوباره عرض کردم آقا جان، در آنجا که اقامت دارید کدام عمل موجب نجات شما شد؟ کتاب الغدیر یا سایر تألیفات یا تأسیس و بنیاد کتابخانه امیرالمؤمنین علیه السلام، کدامشان؟ پاسخ دادند نمیدانم چه میگویی، کمی واضح‌تر و روشن‌تر بگو. گفتم آقا جان، شما اکنون از میان ما رفته اید و به جهان دیگر منتقل شده اید، در آنجا که هستید کدام عمل باعث نجات شما شد از میان صدها خدمات و کارهای بزرگ علمی و دینی و مذهبی شما؟ مرحوم علامه امینی بلا فاصله و بدون صبر فرمودند فقط زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. عرض کردم شما می دانید اکنون روابط بین ایران و عراق تیره و تار است و راه کربلا بسته است، چه کنم؟ فرمود در مجالس و محافلی که جهت عزاداری امام حسین علیه السلام برپا می شود شرکت کن، ثواب زیارت امام حسین علیه السلام را به تو می دهند. سپس فرمودند پسر جان، در گذشته بارها تو را یادآور ساختم و اکنون به تو توصیه می کنم که زیارت عاشورا را هیچ وقت و بدون هیچ بهانه ترک و فراموش نکن. مرتب زیارت عاشورا را بخوان و بر خودت وظیفه بدان. این زیارت دارای آثار و برکات و فواید بسیاری است که موجب نجات و سعادت در دنیا و آخرت تو می باشد و امید دعا دارم